جو بایدن اینقدر براتون احترام قائل نبود که یک بار بیاد اینجا تجمع انتخاباتی برگزار کنه. کاخ سفید تسلیم ویروس شده. پرچم سفید رو بالا برده. این حقیقتی بخت‌آوره. 130 ساعت مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید بایدن در زیرزمین خانه‌اش پنهان شده. بایدن میگوید کاخ سفید تسلیم کرونا شده. از مهمانان برنامه امشب میپرسم پیروزی ترامپ یا بایدن چه پیامدی برای مردم ایران خواهد داشت. در ادامه برنامه امشب رویای سرزمین نو که در کانال مانش غرق شد. 4 قربانی واژگونی قایق پناهجویان اعضای یک خانواده کرد ایرانی بودند. انتشار تصاویر بحث‌انگیز از مؤسس جمعیت خیریه امام علی بعد از آزادی موقت. 4 ماه زندان با شارمین میمندی نژاد چه کرد؟ و بعد از شکست تلاش‌های روسیه و آمریکا برای برقراری آتش‌بس پایدار در قره‌باغ، ایران بین جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان میانجیگری می‌کند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. رقابت بر سر ریاست جمهوری آمریکا وارد آخرین روزها می شود. 6 روز مانده به پایان روند انتخابات، دونالد ترامپ و کامالا هریس معاون جو بایدن هر دو در ایالت آریزونا درگیر فعالیت‌های تبلیغاتی هستند. جو بایدن در آریزونا با فاصله بسیار کمی از آقای ترامپ جلوتر است. پنجشنبه هم هر دو نامزد قرار است به فلوریدا بروند، ایالتی که نتیجه اش شاید سرنوشت انتخابات را رقم بزند. تا این لحظه بیش از 73 میلیون نفر پستی و حضوری پیشاپیش رأی دادند که بیش از 50% کل آرای انتخابات 4 سال پیش است. دو رقیب و معاونانشان در این روزهای پایانی به سفرهای انتخاباتی افزودند. در ایران هم بسیاری چشم به نتیجه این انتخابات دوختند. پیروزی هر یک از این دو نامزد برای مردم ایران چه تأثیری دارد؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهمن کلباسی. آخرین تلاش‌ها در واپسین روزها، سفرهای انتخاباتی پیاپی دو رقیب در نزدیک 150 ساعتی که تا پایان رأی‌گیری در انتخابات آمریکا باقی است، با سبک و سیاقی کاملاً متفاوت. دونالد ترامپ در میان شور و شوق حامیانش گاه روزی به 3 گرد همایی انتخاباتی می‌رود و جو بایدن را به دلیل کم تحرک‌تر بودن مسخره می‌کند. جو بایدن اینقدر براتون احترام قائل نبود که یک بار بیاد اینجا تجمع انتخاباتی برگزار کنه. این که از این، یک دلیل دیگر که جو بایدن تو زیرزمین خونش قایم شده رو فهمیدیم. در مقابل آقای بایدن در گرد همایی های کوچک با حفظ فاصله اجتماعی شرکت می کند و مدیریت رئیس جمهوری در بحران کرونا را به باد انتقاد می گیرد. کاخ سفید تسلیم ویروس شده. پرچم سفید رو بالا برده. این حقیقتی بخت‌آوره. آقای ترامپ معتقد است برجسته کردن تفاوت استقبال مردم از او در شبکه‌های اجتماعی با آنچه بایدن تجربه می‌کند، بختش را افزایش می‌دهد. عامل اصلی تعیین کننده در این رقابت اما همچنان ویروس کرونا است. ویروسی که شیوعش بخش‌های بزرگی از رای دهندگان را واداشته این دوره پستی رای بدهند. یا رأیشان را در این صندوق‌های جمع‌آوری آرا بیاندازند که در بعضی شهرها مثل لس آنجلس به زبان‌های مختلف شهروندان را راهنمایی می‌کنند. جمعیت قابل توجهی هم با ماسک زود هنگام به پای صندوق‌های رأی رفتند. تا اینجا در مجموع دست کم 73 میلیون نفر رأی دادند. آماری که نشان می‌دهد احتمالاً مشارکت نسبت به 4 سال پیش بسیار بیشتر خواهد شد. تلویزیون‌ها و شبکه‌های اجتماعی آخرین تبلیغات انتخاباتی دو نامزد را هم پخش کردند. تبلیغاتی که در واقع خلاصه‌ای از شعارها و وعده‌هایشان در این رقابت پرهزینه است. آقای بایدن در این آگهی یک دقیقه‌ایش برخلاف قبل بدون اشاره به آقای ترامپ از امید و اتحاد حرف زد. بیش از هر چیز این انتخابات معلوم خواهد کرد که جوهره ملت ما از چه چیزی ساخته شده.
و کشورمان چه شخصیتی داره. این فرصتی است که سیاست ورزی تاریک 4 سال گذشته رو پشت سر بگذاریم. کارزار آقای ترامپ در مقابل در مورد پیامدهای به قدرت رسیدن دموکرات‌ها هشدار داد. به ویژه جو بایدن و معاونش کامالا هریس را به حمایت از تظاهرکنندگان خشن و دشمنی با پلیس متهم کرد. در آمریکایی که جو بایدن رئیس جمهورش باشه هیچ کدام ما امنیت نداریم. رئیس جمهور آمریکا را امن نگه می‌دارد. اگر از پلیس حمایت می‌کنید از ترامپ حمایت کنید. پیامی بعد از تخریب‌های 48 ساعت گذشته به دست معترضان در شهر فیلادلفیا، مرکز پنسیلوانیا، در پی کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست دیگر به دست پلیس. ایالتی که در سرنوشت نهایی انتخابات 3 نوامبر 13 آبان بسیار تعیین کننده است. نشانی دیگر از این واقعیت که با وجود پیش بودن جو بایدن در نظرسنجی ها هر آن متغیرهای جدید ممکن است وضعیت رقابت برای کاخ سفید و کرسی های مهم مجلس سنا را دچار تحول کند. بهمن کلبسی، بی بی سی، نیویورک. برای گفتگوی بیشتر درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مهرداد اصلانی، پژوهشگر روابط بین الملل دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو از همین شهر با ما. آقای اصلانی، با اشاره بر ضرورت مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی، معتقدند که دموکرات‌ها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران حساسیت بیشتری دارند. همچنین مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه از نیویورک با ما هستند. آقای جلالی تهرانی میگند ادامه کارزار فشار حداکثری ضروری است، اما نمی‌شود جنگ اقتصادی آمریکا با حکومت را جایگزین مبارزه مدنی برای تغییر حکومت کرد. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای اصلانی، ابتدا با شما شروع بکنیم. چرا فکر میکنید که دموکرات‌ها انتخابشون و در واقع انتخاب جو بایدن برای مردم ایران گزینه بهتریه؟ ببینید، بحثی که اینجا مطرح هستش، ما باید به تاریخ مراجعه بکنیم، ببینیم که توی تاریخ چه اتفاقاتی افتاده. وقتی که دولت‌های دموکراتی سر کار بودن، قطعا دغدغه حقوق بشر توشون بیشتر بوده تا نسبت به دولت‌های جمهوری خواه. یکی از مثال‌هاش میتونیم همون مثال آی کارتر رو بزنیم که توی سال‌های آخر انقلاب ایران حساسیت زیادی توی بحث حقوق بشر داشتش، اما توی دولت‌هایی که توسط جمهوری‌خواه‌ها اداره شده ما به ندرت می‌بینیم که چنین حرفی زده باشه در مورد حقوق بشر صحبت شده باشه یا دغدغه‌شون باشه به طور کلی. آقای جلالی تهرانی، شما به نظر میاد که فکر می‌کنید کارزار فشار اقتصادی باید ادامه پیدا بکنه، در نتیجه فکر می‌کنید که گزینه بهتر انتخاب دوباره آقای ترامپ، درسته؟ بله، اما قبل از اون اجازه بدید که من پاسخی به آقای اصلانی بدم، از این جهت که بله، اگر به صورت سابقه تاریخی نگاه بکنیم، دموکرات ها تأکیدی بر حقوق بشر داشتن، ولی واقعا نه حزب دموکرات و نه حزب جمهوری خواه یک پیوستگی ایدئولوژیک دارند از گذشتهشون تا الان. تغییر میکنن در درونشون بستگی به کاندیداهایی که الان میان دارن. برای مثال، مثلا آقای ترامپ در واقع یک جمهوری خواه نیست، اما الان حزب جمهوری خواه رو در دست داره. یا از اون طرف مثلا آقای برنی سندرز، اینها مثلا دموکرات محسوب نمیشدن ولی الان صاحب نفوذ در دموکرات ها هستن. از طرف دیگه ما با مسئله های جدید در خاورمیانه روبرو هستیم، مثل اسلامگرایی که برخورد قاطع تری رو از جانب آمریکا، حداقل اگر ادعا میکنه که رهبری جهان آزاد رو داره که متاسفانه ادعاهش هم الان گذاشته کنار، این برخورد قاطع تر باید صورت بگیره. از این جهت نمیشه به صورت حزبی نگاه کرد، بلکه باید به سیاست‌های دو کاندید نگاه کرد. در این مورد آقای بایدن یه مقداری مبهم هست سیاست‌هاش، به خصوص در مورد اسلامگرایی و در مورد جمهوری اسلامی. آقای اصلانی، شما شنیدید صحبت آقای جلالی تهرانی رو، معتقدید که دموکرات‌ها بیشتر دغدغه حقوق بشر دارن. با وجود این اوصاف به نظر میاد که دست کم بخشی از کاربران فارسی زبان فضای مجازی و عده‌ای از اونهایی که در ایران زندگی می‌کنند هم معتقدند که انتخاب دوباره دونالد ترامپ برای وضعیت مردم در ایران و تعیین تکلیف جمهوری اسلامی انتخاب مناسب‌تریه. فکر می‌کنین چرا در ایران عده‌ای این اعتقادو دارن؟
متاسفانه بحثی که اینجا مطرح هستش به نظرم ایراد بزرگ ما بعد از اپوزیسیون خارج از کشورمون بگیریم که چرا دنبال شخصی میرن که تمام این 4 سال تقریبا میشه گفتش به صحبتی که انجام شده بیش از 20,000 بار دروغ گفتن و متاسفانه اپوزیسیون ما دامن میزنه به این قضیه که آقای ترامپ میتونه منجی ما باشه. خب طبعا مردمی که داخل ایران هستن میبینن این رو و میشنون و خب یه سری به قول معروف نگاه‌هایی به خارج از ایران دارن مردم، اما متاسفانه این وسط بحثی که مطرح هستش اینه که یک جوری ما متوجه نیستیم که آقای ترامپ دغدغه‌ای نسبت به مسائل ایران نداره، تمام دغدغه‌ها مسائل شخصی شدش. آقای تهرانی درست فرمودن، بله آقای ترامپ جزء حتی رپابلیکن های کلاسیک هم حساب نمیشه، اما و کاش حساب میشه چون حسابم با کسی که رپابلیکن هستن به صورت کلاسیک مشخص هستش، اما آقای ترامپ از خیلی حرفایی که زده دست کشیده. شما فکر بکنید آقای پومپئو برای پیش شرطی گذاشته بود برای مذاکره با ایران، 12 تا پیش شرط گذاشته بود، یکی از اون پیش شرط ها پیش شرط پایبندی جمهوری اسلامی به حقوق بشر بودش، اما بعد متوجه شدیم، بعد همین الان میبینیم که آقای ترامپ میگه ما بدون قید شرط صحبت میکنم. آقای حقوق بشر در ایران رعایت میشه الان؟ آقای بهتر شده؟ من فکر نمیکنم چنین چیزی شده باشه. حالا آقای جلیلی تهرانی، شما فکر میکنید که علت اینکه عده‌ای در ایران افکار عمومی دست کم اون عده‌ای که در فضای مجازی درباره‌اش صحبت میکنند مایلند که آقای ترامپ دوباره رأی بیاره؟ بله، من اتفاقا در این قسمت با آقای اصلانی موافق هستم. واقعیتش اینه که این فضای عمومی هم خیلی نیست خانم رحیم‌پور. اجازه بدید که یه مقدار بی‌تعارف باشیم. ما یه مقداری یکی از مراجعمون که برای افکار عمومی میریم میسنجیم توییتر هست و فضای توییتر رو همگی میشناسیم. فضای آلوده‌ای هستش به خصوص در میان ایرانی ها و اصلا نمیتونه نمایندگی بکنه از افکار ایرانی ها. یک طیف خاص حالا از سلطنت طلبان ما، از کسان دیگه‌ای هستن که در توییتر بیشتر فعالن و صداشون بلنده و ما تصور میکنیم که صدای بخش بزرگی از مردم ایرانی که الزاماً اینطور نیست. این بخش ها خب خیلی هاشون خارج از کشور زندگی میکنن، اینها فقط تو فکر هستن که آقای ترامپ بیاد و مثلا حکومت رو عوض بکنه یا با این فشارها حکومت سرنگون بشه و اونها کاندیدایی که از قبل تعیین کردن رو با فرش قرمز در فرودگاه مهرآباد مثل سال 57 که امام رو از پله ها بردن پایین بیارن پایین. یک تصور کودکانه در این زمینه وجود داره. ترامپ نه مسئوله و نه باید این کارو بکنه که تغییر رژیم در ایران رو ایجاد بکنه، به این خاطر که بعدش معلوم نیست، عاقلانه هم نیست که چنین کاری رو بکنن، به همین جهت کنار میذارن. بله، انتظارات غلطی از ترامپ داریم به خاطر اینکه همتش رو خودمون نداریم، به خاطر اینکه الان یکی از عقب افتاده ترین جوامع بشری هستیم در اینکه بتونیم حکومتمون رو تغییر بدیم و وفق بدیم تا حدودی با جامعه خودمون. این رو باید تلنگری باشه که به خودمون بزنیم و ببینیم که با این کارها، یعنی با آویزان شدن بدون هیچ تعارف به آقای ترامپ، به آقای بایدن یا به رئیس جمهوران آمریکا، ما به نتیجه نخواهیم رسید. حداقل اینه که اونها نمیان چنین کاری رو بکنن، بعد بیان حمله نظامی بکنن، اشغال بکنن، حکومت رو عوض بکنن، چنین کاری رو نمیکنن. بنابراین ما با یک تخیل و از ظن خودمون یار اونها شدیم. ولی با تمام این اوصاف آقای جلیلی تهرانی، شما کماکان معتقدید که ترامپ گزینه بهتری برای ایران؟ دلیلش فشار حداکثری هست. خب ببینید، فشار حداکثری یک بخشش گفته شده که به خاطر این بوده که مذاکره بخواد صورت بگیره، که من با مذاکره کلن مخالف هستم، چون این مذاکره با عقربه، شما نه زبانش رو میفهمید نه اقتضای طبیعتش رو میفهمید اگر بخواید با عقرب مذاکره بکنید که نیش نزنه. اما فشار حداکثری حداقل تا حدودی باعث شده که در واقع شرارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و آسیبی که داشت، همونطور که به خود ما داره الان میزنه، داشت زندگی مردم در منطقه، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در یمن، اینجاها رو واقعا به جهنم میکشید، یه مقداری کنترل شده. من از این جهت از فشار حداکثری در خارج از ایران در منطقه حمایت می‌کنم. آقای استانی، دیدم که شما دارین سر تکون میدین، مخالفین؟
بله ببینید، بحث فشار حداکثری به نظر من یک افسانه است. واقعا نگاه بکنید اون فشار حداکثری که آقای جلال تهرانی و همفکران ایشون میگن چه صورت هستش، به کجای جمهوری اسلامی فشار آورده بیش از حد. من شکی در این نیستش که یه سری منابع مالی جمهوری اسلامی رو بسته برای کمک به گروه های حمایتیش در منطقه، اما بیشتری فشار رو به مردم عادی آورده. شما نگاه بکنید همین تو بحث ترابل بند و همون پرواز ممنوع از سمت کشورهای مسلمان و کشورهای دیگه، بیشتر به فشار به کی اومده؟ بیشتر به فشار به دانشجوها اومده، بیشتر به فشار به خانواده ها اومده این وسط که نتونن عزیزانشون رو ببینن، یا نتونن که دانشجوان بتونن از فرصت هایی که توی آمریکا هستش استفاده بکنن. ببینید واقعا اینطوری نیستش، یعنی اینکه فکر بکنید همونجوری که تهران گفتم موافقم. ولی شما منکر این هستید که به هر حال منابع مالی جمهوری اسلامی محدود شده، یه بخشی از فعالیتاش در منطقه لاجرم محدود شده. بله بله، نه من موافق این هستم و قبول میکنم که جمهوری اسلامی یه مقداری اون بازیگری منفی که داشتن توی منطقه کمتر شده، اما یه چیزی رو در نظر بگیرید، به نظر من جمهوری اسلامی الان در حال حاضر دنبال این هستش که بخواد با آمریکا مذاکره بکنه، اونم به هر صورتی که هستش. چون ببینید ما داریم الان آقای جلال تهرانی میگن که من مخالف مذاکره هستم، خب آلترناتیو بعدین چی هستش؟ جایگزینتون چی هست؟ جنگ هستش. آیا موافق این که جنگ بشه و هزاران هزار نفر مردم، میلیون ها نفر کشته بشن؟ نه. خب آقای جلال تهرانی آلترناتیوتون چیه؟ جنگه؟ ببینید من از آقای اصلانی تعجب میکنم، چون ایشون در رشته روابط بین الملل هستند و جنگ رو چجوری دارن تعریف میکنن. وضعیتی که مردم در ایران دارن حتی به صورت آماری حساب بکنیم، ما با جنگ های کلاسیک اونجوری که روبرو نیستیم. شما تهران و چند تا شهر مرکزی رو در نظر نگیرید، در کردستان، در بلوچستان، در اهواز، در جاهای دیگه جمهوری اسلامی در حال جنگ با مردمه. یعنی ما الان از جهت علمی روی بر مبنای علوم سیاسی میتونیم بگیم الان در استیطاب وار هستیم، یعنی در وضعیت جنگی هستیم. بنابراین از یک جنگ الکی نترسونیم مردم رو. وضعیت پس مردم، یعنی شما معتقدین آلترناتیو پیشنهاد شما جنگه؟ نه اجازه بدید. نه به هیچ عنوان. اتفاقا دو تا نکته دیگر اجازه بدید بگم. یکم ترابل بن و مواردی از این قبیل، این هم غیر منصفانه است. این هم باز داریم ما مرکزی بچه پولدارها رو نگاه میکنیم که امکان اصلا حالا دانشجو هر چیزیه، ولی امکان آمدن به آمریکا یا آمریکا رو دارن خانواده هاشون، حیف چرا نمیتونن همدیگر ببینن، مادر بزرگشون نمیتونه ببینه. زشته اصلا اینو میگیم وقتی بالای 50-60% 50 میلیون مردم ایران گرسنه‌ن، غذا سر سفرهشون ندارن. ما کیا رو داریم نگاه میکنیم؟ و یک مسئله آخر اینه، ببینید آمریکا یه کشوریه میگه که من تحریم میکنم، خب بر مبنای اقتصاد خودم حقم هستش، نمیخوام به ایران چیزی بفروشم، نمیخوام بخرم، هر کسم با ایران بخره و بفروشه رو من تو لیست سیاه قرار میدم. این به نوعی حق آمریکا. بله. مسئله اصلی برای ما اینه که چرا ما نمیایم از جمهوری اسلامی، ما مخالفان، ما معترضان، ما روزنامه نگاران، هر کسی، نمیایم به جمهوری اسلامی بگیم چرا لجبازی میکنی؟ این تحریم ها اگر صورت گرفته به خاطر لجبازی توست، نه اینکه بیایم به اون طرف بگیم تحریم ها تو بردار، بعد به این طرف بگیم دست از لجبازی بردار، بعد از این طرف از جمهوری اسلامی طلبکار باشیم که چرا با جان مردم، با زندگی مردم، با اقتصاد مردم بازی میکنه. اجازه بدید جواب آقای اصلانی رو بشنویم. ببینید بحث تحریم هایی که آقای تهرانی مطرح کردن، خودمون هم میدونیم تعارف که نداریم، فشار بیشتری که این تحریم ها میاره به مردم ایران هستش. در مورد فشار حداکثری من به شما برگردم بگم این چیزی رو، اینکه چرا جواب نداده چرا این فشار حداکثری. ببینید این آقای اسحاق حاجی زاده یک شخصی هستش که به قول معروف تو اصطلاح ما میشه گفتش کارچاخان جمهوری اسلامی و کار پولشویی انجام میده و برای رژیم جمهوری اسلامی داره یه سری آقای اصلانی خواهش میکنم که اسم از کسی نبرین، اتهامات رو دارین مطرح میکنین در برنامه که ایشون باید باشه از خوش دفاع بکنه. ممنونم. ببینید بحث من همین است، حالا امثال ایشون دارم میگم، اینها به راحتی در آمریکا
تردد میکنن، میرن میان و همه اون چیزهایی که لازم دارن رو برای جمهوری اسلامی میخرن میبرن و تمام این کار پولچوشین هستش. ببینید بحث این که ما توی جنگ هستیم، بله جنگ اقتصادی هستیم، اما ما تا چه حدی میتونیم این کار رو ادامه بدیم؟ یعنی آمریکا تا چه حد میتونه این رو ادامه بده؟ چقدر فشار میتونه مثلا به مردم ایران بیاره؟ کجا میخوایم برسیم؟ یعنی ما ببینید تجربه های خیلی زیادی داریم توی دنیا، بسیاری از کشورها هستن که از این تحریم ها مردم ای سر بخوره. شما نگاه کنید 60 سال 70 سال هست کره شمالی تحت تحریم هسته، به کجا رسید کره شمالی؟ مردمش تماما فقیر و هیچ اون طبقه متوسطی وجود نداره که بیاد این وسط و تغییرات انجام بده. اجازه بدین آقای جلالی تهرانی، با فرض اینکه اونطوری که شما میگین مردم ایران به پا به هر حال وارد فاز مبارزه نشند، این تحریم ها تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ خیلی کوتاه لطفا. ببینید مردم رو ما انقدر مظلوم در نظر نگیریم و وکیلشون نشیم و دایشون نشیم. ما مردم مسئولیت داریم، هر کدوم به سهم خودم. وضعیت موجود وضعیتیه که ما مردم هم مسئولش هستیم. آقای جلالی‌تهرانی، چقدر به نظر شما میشه از خارج از کشور یه همچین مسئولیتی رو بر الان سالگرد اعتراضات آبان، یک سال گذشته صدها جوان مردم به دست حکومت جمهوری اسلامی کشته شدن، چقدر راحت میشه از خارج از ایران یه همچین نسخه پیچید که مردم ایران رو با بعد بهشون اعتماد به نفس بدیم بیان تو خیابون؟ نه من در مورد خیابون نگفتم، هر کسی مسئولیتی داره. یک دومی که واقعا بین خارج از ایران و داخل ایران من چون این مرزی رو قائل نیستم که این بحث جدایی است. من میگم هر کسی مسئولیتی که به سهم خودش داره. من الان میتونم تو رسانه‌های اجتماعی فحش میخورم، هزار تا چیز میشه، ولی حرفایی که فکر میکنم مفیده میزنم. این نوعی مبارزه که من میتونم بکنم، کسی دیگری یه کار دیگری میتونه بکنه، ولی باید همت داشته باشیم، تماشاگر نباشیم و هی گردن دیگران تقصیر رو نذاریم. بحث من اینه. ببینید یه نکته‌ای که آقای اصلانی گفتن که فشار به مردم میاد، قبول دارم فشار به مردم میاد، اما آیا بهتر فشار به ما نیاد، به مردم عراق بیاد، به مردم سوریه چنان جنایتی صورت بگیره که در دوران اوباما بود؟ یعنی چرا ما خودمون رو نگاه میکنیم؟ مسئله ترابل برن هم همین مسئله است. ما در یک حباب خودمون، بچه تهرانی ها بیشتر یا شهرهای مرکزی، بچه شمرونی ها که امکانات داریم، ما میخوایم به امون فشار نیاد، داریم خودمون رو نگاه میکنیم. بسیار خب آقای اصلانی، یک اگر که میشه نه ملت های دیگر رو متشکرم. آقای اصلانی در 30 ثانیه جنبندیتون رو بشنوید. ببینید ما تجربه دولت اوباما رو گفتن آقای جلالی تهرانی. ببینید دولت اوباما یک سری تحریم های هوشمندانه ای انجام دادش که مجبور کرد جمهوری اسلامی رو بیاد پای میز مذاکره. و چه اتفاق افتاد؟ اینکه تمام جامعه جهانی رو پشت خودش جذب کردش و با هم رفتن. حالا آقای ترامپ تو جامعه جهانی کاملا تنها هستش، هر عملی رو بخواد انجام بده به صورت تنها هستش. شما کامل توی دنیا میبینید که آقای ترامپ گرایش داره به حکومت‌های دیکتاتوری و از حکومت‌های اروپا که مثلا لیبرال دموکرات هستن، سوشال دموکرات هستن، از اینها داره دوری میکنه. به کدوم سمت میره؟ میره به سمت برزیل، میره به سمت هند. متشکر از هر دوی شما، مهداد اصلانی پژوهشگر رابطه بین الملل و مهدی جلالی تهرانی تحلیلگر امنیت بین الملل. متشکر. واشنگتن پایتخت آمریکا، جایگاه قوای سه‌گانه و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است، اما با 700 هزار نفر جمعیت که از چند ایالت بیشتر است، هنوز در کنگره نماینده ندارد. بعد از بحران کرونا و همینطور تنش‌هایی که در پی حضور نیروهای نظامی فدرال در جریان نارامی‌های اخیر پدید آمد، بحث ایالت شدن این منطقه باز هم مطرح شده. ساکنانش که غالبا حامی حزب دموکرات هستند، امیدوارند با پیروزی این حزب در انتخابات پیش رو، راه برای ایالت شدن آنها هموار شود. هادی نیلی در پایان مجموعه گزارش‌هایش در ملاقات با رای دهندگان آمریکایی به واشنگتن برگشته. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رای دهندگان به هر کسی که تمایل داشته باشند، به نظر می‌رسد خیلی‌هایشان در این باره اتفاق نظر دارند که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها در واشنگتن پایتخت آمریکا به یک بنبست سیاسی رسیده است. بنبستی که بخشی از دو قطبی شدید سیاسی در ایالات متحده است. بنبست واشنگتن. اما در خود همین پایتخت مردم دهه هاست که در پی حقوق برابر با بقیه شهروندان آمریکایی هستند. یعنی داشتن نماینده و سناتور در کنگره.
این شهر با جمعیت 700 هزار نفری که بیش از جمعیت چند ایالت آمریکاست، حدود نیم قرن است صرفاً در مجلس نمایندگان عضو ناظر دارد. کمی قبل از آن هم با یک متمم قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حق رأی پیدا کردند. در واشنگتن روی پلاک خودروها نوشته مالیات بدون نمایندگی، شعاری که انقلاب آمریکا با آن آغاز شد و به استقلال از بریتانیا منجر شد. رستوران بن یا بنز چیلی بول با هات‌داگ‌های معروفش یکی از پاتوق‌های تاریخی شهر است، جایی که هر گردشگری که برای دیدن پایتخت می‌آید باید آن را هم ببیند. بن علی و همسرش ویرجینیا اینجا را 62 سال پیش راه انداختند. هر دو در این سالها از ایده ایالت شدن دی سی حمایت کردند. ویرجینیا علی بعد از درگذشت همسرش همچنان اینجا را با کمک فرزندانش از جمله این پسرش اداره کرد. We need control over our budget. We have no voting rights. ما نیاز داریم اختیار بودجه‌مون رو داشته باشیم. هیچ حق رأیی در کنگره نداریم چون ایالت نیستیم. لازمه که نماینده داشته باشیم تا بتونیم اختیار خودمون رو داشته باشیم. بتونیم مسئول پول خودمون باشیم، پولی که مالیات میدیم، بدون اینکه از بالا بهمون نگاه بشه، بدون اینکه آدم‌های کنگره به ما بگن پولمون رو چطور خرج کنیم. ما جمعیت واشنگتن در حال حاضر بزرگتر از جمعیت 5 ایالت هستیم. داکوتای شمالی، جنوبی، وایومینگ، مونتانا و رودایلند جمعیتشون از دی سی کمتره. اونها ایالتن و ما نیستیم. عقل سلیم میگه ما باید ایالت بشیم تا مردممون نمایندگی داشته باشن. خیلی از چهرهای آمریکایی رؤسای جمهوری در طول سالها به این رستوران اومدند. همه این سالها شما طرفدار ایالت شدن دی سی بودید. هیچ وقت در این دیدارهاشون باشون مطرح کردید یا صرفاً گپ و گفت گذرا بوده؟ وقتی اینجا به چیلی بول دعوتشون میکنیم، وقتی مهمون ما میشن مثل یه عضو خانواده باهاشون رفتار میکنیم. با حرف سیاسی بهشون فشار نمیاریم، میاریمشون که از غذاخوریمون لذت ببرن. به نظرتون چقدر طول میکشه دی سی ایالت بشه؟ خیلی وقته که داریم تلاشمون رو میکنیم، ولی من میخوام نگاه مثبتی داشته باشم. امیدوارم در این 4 سال آینده بهش برسیم. شاید. امیدوارم. درباره انتخابات چی فکر میکنید؟ فکر میکنم باید بریم رأی بدیم. اگر بتونیم جمعیت رو قانع کنیم به تعداد بالا رأی بدن، این کاریه که باید بکنیم. مسئولان منطقه واشنگتن میگویند در بحران کرونا که بسته‌های کمک مالی دولت توزیع شد، دی سی چون یک منطقه و نه یک ایالت حساب شده بود، کمک کمتری دریافت کرد. همچنین با تنش‌ها بر سر حضور نیروهای نظامی فدرال در منطقه پایتخت در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های ماه‌های اخیر که مقام‌های شهری می‌گفتند موافق حضور آنان نیستند، بحث ایالت شدن دی سی باز هم مطرح شده. بعد از این بود که همین اوایل تابستانی که گذشت، مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات طرح ایالت شدن واشنگتن دی سی را تصویب کرد. النور نورتون 30 سال است از طرف این شهر عضو مجلس نمایندگان آمریکا است، اما بدون حق رأی، فقط به عنوان ناظر. درخواست برای ایالت شدن منطقه کلمبیا یا دی سی خیلی سریع و خیلی خوب داره پیش میره. طرحش در مجلس نمایندگان با 232 رأی مثبت در مقابل 180 رأی منفی تایید شده. ولی حالا باید در سنا هم رأی بیاره. همه یه نظرسنجی‌ها میگن که به دست دموکرات‌ها میفته. این حرکت به جلو در ایالت شدن دی سی است. دموکرات‌های ایالت‌های جنوبی، یعنی دموکرات‌های محافظه‌کار، در مورد مسائل جریان اصلی در حزب دموکرات همراه حزب رأی میدن. ولی مثلا در اوایل دهه 90 میلادی سر مسائلی که در زمان خودش خیلی ترقی‌خواهانه به نظر می‌رسیده، مثل ایالت شدن دی سی، نمیشد توافق اکثریت دموکرات در کنگره را برای این مسئله گرفت. امروز وضع فرق میکنه. جمعیت دی سی اغلبشون دموکرات هستن و اون هم جناح چپ دموکرات. وقتی دولت دست جمهوری خواهان باشه، اصلا راهی برای ایالت شدن دی سی نبوده. این مسئله همیشه خیلی خیلی سیاسی بوده. جمهوری خواهان مخالف این طرح میگویند این منطقه کوچک که روی زمینهای ایالت مریلند بنا شده میتواند برای رأی به مریلند بپیوندد. استدلال آنها این است که بنیانگذاران ایالات متحده تعمد داشتند منطقه پایتخت در زمینهای هیچ ایالتی نباشد تا دولت فدرال مستقل بماند.
همچنین پرسش‌های درباره این مطرح می‌کنند که آیا دی سی از نظر اقتصادی و جغرافیایی می‌تواند در خور یک ایالت باشد یا نه. اما بحث ایالت شدن منطقه پایتخت فقط یکی از مواردی است که به نمونه رویارویی حزبی در کنگره تبدیل شده، نمونه ای از بن‌بست سیاسی. هر دو اردوگاه میگویند این انتخابات یک دوراهی برای آمریکایی هاست، فرصتی برای آنکه رای دهندگان آمریکایی تصمیم بگیرند کشور به کدام سمت برود. رای دهندگانی که مدت هاست زیر فشار این جامعه سیاسی به شدت دو قطبی هستند، رای دهندگانی که مدت هاست زیر فشار بحران کرونا هستند. میلیون ها نفر بر اثر محدودیت ها و تعطیلی های اجباری بعد از کرونا بیکار شدند و ناظران میگویند چندان خوشبین نیستند که این انتخابات روز سوم نوامبر بتواند شکاف های این جامعه را ترمیم کند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. و اما همطور که اشاره شد، دونالد ترامپ امروز در ایالت آریزونا قراره که سخنرانی بکنه. تصاویری که میبینید تصاویر زنده از ایالت آریزونا. آقای ترامپ دیروز در میشیگان، ویسکانسن و نبراسکا سخنرانی کرد، شب رو در لاس وگاس موند و امروز در آریزونا است. گفته میشه به گفته کمپین آقای ترامپ در 6 روز باقی مانده از انتخابات او قراره به دست کم 10 ایالت این کشور سر بزنه. انتقادی که منتقدان مطرح کردند، عدم رعایت فاصله اجتماعی، عدم استفاده از ماسک بین طرفداران و حضار هست. فردا هم آقای ترامپ هم آقای بایدن به ایالت فلوریدا میرن، جایی که در تعیین نتیجه این انتخابات بسیار سرنوشت سازه. نهادهای حامی پناهجویان گفتند که مرگ 4 عضو یک خانواده ایرانی بر اثر غرق شدن قایق حامل آنها در کانال مانش باید زنگ هشدار را برای سیاستمداران در فرانسه و بریتانیا به صدا درآورد. یک نوزاد این خانواده سردشتی هم ناپدید است. جستجو برای یافتن او در آب‌های شمال فرانسه ادامه دارد. 15 نفر از سرنشینان این قایق در فرانسه به بیمارستان منتقل شدند. سیاوش اردلان از ماجرای عبور پرخطر پناهجویان به امید رسیدن به سواحل بریتانیا گزارش می‌دهد. هیچ تصویری از سرنشینان نگونبختی که در این آب‌ها غرق شدند وجود ندارد. این تصاویر هم آرشیوی هستند از پناهجویانی که خوش شانس‌تر بودند. اما برای یک مرد و زن ایرانی و 3 کودک آنها این پایان راه بود. 15 سرنشین دیگر قایق نجات داده شدند، اما هر 4 قربانی و 1 نوزاد مفقود الاثر همه از یک خانواده بودند. خانواده ایران نژاد، نام همسر و پدر رسول، اهل سردش در کردستان ایران. حکایت رسول و خانوادهش و آنچه زندگی آنها را در آبهای فرانسه پایان داد هنوز روشن نیست. برادر رسول در ایران، علی، از پیش زمینه ماجرا به بی بی سی فارسی شرح مختصری می دهد. 17 مرداد برادرم ایران رو ترک کرد. 5 نفر بودن، رفتن ترکیه، از اونجا مستقیم به ایتالیا رفتند، بعد به فرانسه. میخواستم برم بریتانیا. دیشب تا ساعت 1:30 شب با یکی از آشناها در انگلیس در ارتباط بودیم. گفتن خانواده 5 نفره از روستای ما غرق شده. گفتم برادر ماست. خیلی هزینه کردم برای این سفر، نمیدونم دقیقاً چقدر. گفت از فرانسه تا بریتانیا 200 میلیون تومان هر نفر میگیرن. کسی از سرنوشت پسر 15 ماهشون خبر نداره. یکی میگه زنده است، یکی میگه غرق شده. اینجا خانواده خیلی ناراحت و نگرانند. پدر و مادر و خواهرام شیون میکنند. رسول و خانواده‌اش جزو هزاران نفری بودند که به امید یک زندگی بهتر در سرزمینی دیگر دل به دریا می‌زنند. ولی دریایی که رسول و خانواده‌اش را طعمه خود کرد متلاطم بود و قایقی که آنها را به مقصد سواحل انگلستان می‌برد نه چندان مطمئن. تا اونجایی که من فهمیدم اونا 7 کیلومتر با ساحل فاصله داشتند. ولی اصلا نمی‌فهمم چرا این قایق که یک قایق عادی ماهیگیری بود توی آب برگشت. نجات یافتگان احتمالاً بعداً لحظات وحشت‌آور واژگونی قایق را شرح خواهند داد و شاید هم توضیح دهند که چرا هر 4 همراه جان باخته آنها و نوزادی که هنوز یافت نشده از یک خانواده بودند. از اول امسال حدود 7400 پناهجو از این آب‌ها عبور کردند و خود را به سواحل انگلستان رساندند. حداقل 2 نفر هم در این راه جان خود را از دست دادند. اما رخداد دیروز بزرگترین فاجعه پناهجویی در این آب هاست.
نخست وزیر بریتانیا پیام همدردی فرستاد و گفت مشکل و مقصر اصلی قاچاقچیان انسان هستند. کسانی که برای دریافت پول پناهجویان را به دام خطر و گاهی به کام مرگ می کشانند. اواسط سال گذشته تعداد پناهجویانی که کوشیدند خود را در یک مقطع 3 ماهه به سواحل انگلستان برسانند از 600 نفر تجاوز نمی کرد. اما این رقم در دوره مشابه امسال سر به هزاران نفر می زند. دولت بریتانیا نمی خواهد بمانند استرالیا در یک دوره با اخبار ناگوار کسانی مواجه شوند که می کوشند خود را به این کشور برسانند. از این رو گفته شده که مانند استرالیا قصد دارد پناهجویان را به جای نگهداری در خاک بریتانیا به 2 جزیره دوردست در اقیانوس اطلس بفرستد. راه حل‌های زیادی برای جلوگیری از فجایعی مانند آنچه دیروز رخ داد پیشنهاد شده. هیچ راه حل ایدئالی وجود ندارد. برای رسول و خانواده‌اش هم که همه چیز تمام شده، هیچ راه حلی وجود ندارد. سیاوش اردلان، BBC. ساعتی پیش متن چت‌های همسر رسول ایران نژاد به دست ما رسید که ظاهراً برای کسانی که در بریتانیا منتظر این خانواده بودند فرستاده شده. در این چت‌ها او یک روز قبل از این سفر نافرجام نوشته: میدونم خطر داره اما چاره‌ای نداریم. اگه بخوایم با کامیون بریم باید پول زیادی داشته باشیم که ما نداریم. ظاهراً اشاره به اینکه قاچاقچیان انسان از آنها پول بیشتری برای سفر زمینی می‌خواستند. او در قسمت دیگه‌ای از این چت نوشته: من خودم 1000 قصه توی دلم دارم. دوست دارم از ایران که خارج دم کلن گذشتم رو فراموش کنم. همونطور که در گزارش سیاوش اردلان هم دیدید، این خانوم همراه همسر و 2 فرزندش جانشان را در آبهای سرد کانال مانش از دست دادند و از سرنوشت نوزاد 15 ماهه آنها هم هنوز خبری نیست. اما مسعود از اردوگاه پناهجویان نپیر در شهر فاکستون در جنوب بریتانیا به ما پیوسته. آقای مسعود، شما از همین کانال مانش عبور کردید، ابتدا از تجربه خودتون به ما بگید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام فارسی زبانان که این برنامه رو می‌بینن. در درجه اول باید تسلیت عرض کنم خدمت همه هموطنان به خاطر این واقعه. پس امروز ما واقعا حال خیلی بدی داریم، اتفاق غم انگیزی بود. این واقعه رو فقط کسانی که تو این مسیر اومدن میتونن درک کنن و با هیچ کلمه‌ای نمیشه اینو توضیح داد. خدمت رو عرض کنم که خیلی وضعیت اونجا بیقانون بود، البته همه چی دست قاچاقبرا بود، مجبور بودیم مطیع امر قاچاقبرا باشیم. ما ساعت‌های حدودش روزی که اصطلاحاً این سفر بین مرز کشورها میخواد انجام بشه بهش گیم زدن میگن، ما برای گیم زدن از خاک فرانسه به سمت خاک انگلستان میخواستیم گیم بزنیم، باید از بعد از ظهرش توی یه منطقه نزدیکتر به ساحل اونجا پنهان میشدیم و تا نیمه شب موقع که هوا تاریک میشد و اون موقع باید به نقطه دیگه میرفتیم، اونجا نزدیکتر بود به ساحل یه چیزی حدود 200 متر. بعد نیمه شب قایق می اومد، شبونه باید تو تاریکی قایق رو سرهم می کردیم. هیچ وسیله حفاظتی اونجا ما نداشتیم، قاچاقبرا ما رو مجبور می کردن چون 3 نصف شب خیلی اونجا ترسناک و وحشتناک بود. کسی حق برگشتن نداشت، اگر کسی برمیگشت اصطلاحاً گیم برگشت می خورد و کل هزینه و همه چی ضرر حساب میشد و قاچاقبرا حتی به زور اسلحه هم شده مانع برگشت خوردن این گیم ها میشدن و به هر زور و ترفندی بود باید همه مسافرها سوار میشدن و به سمت یک نوار قرمز عمودی که در بندر دوور مشخص بود باید به اون سمت حرکت میکردن. این قایق ها اصلا امنیت نداشتن، ما یک قایق 4.5 متری داشتیم، 17 نفر سوار اون قایق ها بودیم، یک خانم اریتریه حامله تو قایق ما بود، یک پیرمرد ظاهرا ناراحتی قلبی هم داشت. من بیشتر نگران اون خانم حامله بودم، خیلی ترسیده بود، هممون ترسیده بودیم. قایق ما قشنگ تو سطح آب بود، یه موج که میزد بالا آب قشنگ میومد تو قایق و مجبور بودیم با یه ظرفای پلاستیکی آبو خالی کنیم.
انقدر همه ترسیده بودن، هیچکی نمیدونست باید چی کار کنیم، فقط حواستمون به اون نور قرمز بود. در طول مسیرم بودن قایق‌های ماهیگیری که اطراف یهو ما رو میدیدن، میومدن اذیت میکردن، دور ما میچرخیدن و اصطلاحاً به ما موج میدادن و این موج خیلی ترسناک بود. تاریکی شب بود، ما شانس آوردیم که گارد ساحلی بریتانیا اومد ما رو نجات داد، ولی متاسفانه شرایط در بندر کاله اصلا به نفع مهاجرا نیست. اونجا هیچ صاحب هیچ چیتون نیستید، موبایل رو ازتون میگیرن یا مجبورت میکنن موبایل رو بندازی تو آب، حق نداری با خودت موبایل ببری چون نقطه هایی که رفتی احتمال اینکه لوکیشناش در بیاد هست، بعد نمیتونی چیز با ارزشی با خودت ببری، اگر هم از ببینن ازت میگیرن. خدمتتون عرض کنم اصلا هر چقدر من بگم نمیشه اتفاقاتی که اونجا میفته رو توضیح بدم، چون حتما باید اونجا باشید و اونجا شرایط و کسی که اونجا بودن میتونن درک کنن. ولی متاسفانه بابت خبر امروز من واقعا از تو حالا خیلی ناراحتم، چون دقیقا همون شرایط نزدیک بود برای ما پیش بیاد. متشکرم آقای مسعود، ممنون از اینکه تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. امیدوارم میگونه کلامتون ببخشید، امیدوارم که کسی دیگه از این راه نیاد چون واقعا خطرناکه. ممنون از شما آقای مسعود، پناهجوی ایرانی. و ویکتور سکویس بانیگو، مدیر پروژه در مرکز پناهجویان کاونتری از همین شهر با ماست. خانم آقای بانیگو، فکر میکنید که علت ادامه این بنبست در منطقه کاله و عدم یافتن یک راه حل برای این مسئله چیه؟ فکر میکنم جواب ساده باشه. راه های امن برای افراد برای ورود به بریتانیا و تقاضای پناهندگی کردن در داخل بریتانیا وجود نداره و بنابراین وقتی چنین راه هایی نیستن، مردم مجبور میشن که همون راه های خطرناک رو انتخاب کنن و از فرط استیصال میان و سعی میکنن که از این از طریق کاله از کانال مانش عبور کنن و میبینیم که چی میشه. فکر کنید علت این که عده‌ای از پناهجویان اصرار دارن که خودشون رو به بریتانیا برسونن و همونجا در فرانسه اعلام پناهجویی نمی کنن چیه؟ Well, I mean from the narratives that I've heard. با توجه به چیزایی که ما از اونها میشنویم در تجربه کاری خودم، خیلی از اونها میخوان بیان اینجا برای اینکه یا انگلیسی صحبت میکنن یا اینکه خانواده‌ای دارن در کشور بریتانیا. باید دقت کنیم که به دلیل سابقه کشور بریتانیا، تاریخ کشور بریتانیا، انگلیسی خب زبان رایج هست در دنیا. خیلی از اینها در مدرسه انگلیسی یاد گرفتن و خب دانش انگلیسیشون قطعاً بیش از هر زبان دیگری است، مخصوصاً بیش از زبان فرانسه. اگر خب شما زبان رو بلد باشید، براتون آسان تره که در جامعه میزبان جذب بشید، شغلی پیدا کنید، در مدرسه موفق باشید و در جامعه جذب بشید. و طبیعتاً اگر دوست و فامیل هم داشته باشید اینجا، خب اونها قادر هستن که به شما کمک کنن که خونه ای پیدا کنین، که زندگیتون رو از نو احیا کنین. بنابراین میخوان در چنین جایی باشن که کسانی دور و بر اونها هستن که میتونن بهشون کمک کنن. فکر می‌کنید علت اینکه بریتانیا مسیرهای قانونی برای درخواست پناهجویی رو بسته چیه؟ آیا منظور شما انگیزه دولت بریتانیاست برای این کار؟ چرا دولت بریتانیا راه قانونی رو باز نمی کنه که پناهجویان به این شکل جونشون رو مجبور نباشن به خطر بندازن؟ خب من میتونم فقط حدس بزنم، میتونم یک گمان زنی داشته باشم و بگم که این به دلایل سیاسیه. ما الان یک دولت محافظه‌کار بر سر کار داریم که رای دهندگان اونها معتقد هستن که به یک روایت ضد مهاجر و ضد پناهنده اعتقاد دارن و طبیعتاً دولت میخواد که کاری را بکنه که رای دهندگانش از او میخوان و بنابراین در نهایت مسئله سیاسی است. متشکرم. ویکتور سکویس بانیگو از مرکز پناهجویان کاونتری با ما.
یک پناهجوی افغان در بوسنی و هرزگوین بعد از افتادن از روی پل به درون رودخانه یک ماه است که ناپدید شده. حالا برادر او که خودش در آلمان پناهجوست بیش از یک هفته است به بوسنی رفته تا بلکه پیدایش کند، اما میگوید دولت بوسنی و هرزگوین هیچ کمکی نمی‌کند. پناهجویان ایرانی هم در همین شهر از رفتاری که با آنها می‌شود گله دارند. فرهام قبادی هفته هاست که ماجرای این پناهجوی مفقود شده را دنبال کرده و با پناهجویان ایرانی دیگر هم در این کشور صحبت کرده. من الان توی آب یه قایقواری گرفتم و پارون اصلا دنبالش میگردم. نصیر پناهجوی افغان در جستجوی برادرش در آبهای رودخانه اونا در بوسنی و هرزگوین. این تصویر عزیز محمدی است، پناهجوی 20 ساله که مفقود شده و گمان میرود که غرق شده باشد. شاهدان میگویند از بالای این پل افتاده حدود یک ماه پیش. این اون قسمتی که افتاده. نصیر برادر عزیز هم پناهجوست، اما در آلمان. وقتی خبر را شنیده خودش را به بوسنی رسانده، اما میگوید هیچ نهادی حاضر نیست به او کمک کند تا برادرش را پیدا کند. کمک نکردین، حداقل کمک کنین که مردش پیدا کنن، که مثلا به خانواده‌اش تحویل بدین که خانواده‌اش تا آخر عاقبت منتظر بچه‌اش نباشه. شما چه جور انسانایی هستین؟ از رفتار دولت بوسنی گله دارد و اینکه صدایش به جایی نمی‌رسد مستعصلش کرده. ما مشکلمون چیه که ما توی دنیا یک کشور دیگه به دنیا اومدیم، اینا هیچ نوع همکاری ندارن. واقعا خسته شدم، به خدا نمی‌دونم چیکار کنم. هر جایی میرم جواب رد میدن، هیچ نوع همکاری ندارن. به خدا اصلا این تصویر ارتفاعی را نشان میدهد که عزیز محمدی 9 اکتبر از آن سقوط کرده. دلیل مشخص نیست. نصیر میگوید هتل و پمپ بنزین کنار پل پر از دوربین های مدار بسته است که میتواند نشان دهد چه بلایی سر برادرش عزیز آمده، اما پلیس حتی حاضر نشده دوربین ها را چک کند. وزارت امنیت و وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین به درخواست بی بی سی برای مصاحبه پاسخ ندادند. نصیر بعد از اینکه از دولت بوسنی ناامید شد به سراغ صلیب سرخ رفت. اما این نهاد میگوید که امکانات و اجازه قانونی برای عملیات جستجو را ندارد و این وظیفه دولت است. صلیب سرخ در بیانیه‌ای که به بی بی سی فارسی ارسال کرد اینطور توضیح داد. صلیب سرخ در بوسنی و هرزگوین با مقامات از جمله نهادهای پزشکی قانونی و سردخانه‌ها برای پیدا کردن افرادی که مفقود شدند همکاری می‌کند. صلیب سرخ نهاد امداد و نجات نیست، ولی از ارتباطاتش در بوسنی و هرزگوین و همه مسیرهای مهاجرتی برای پیدا کردن مفقود شده ها استفاده می‌کند. هر چقدر هم که زمان ببرد ما برای پیدا کردن جواب فعالیت می‌کنیم. چیز کمپو که می‌بینید دقیقاً نزدیک پل. عزیز اینجا بیرون از اردوگاه پناهجویان زندگی می‌کرده، در شهر کازین نزدیک مرز کرواسی. پناهجویان میگویند با اینکه اردوگاه جای خالی دارد، اما خیلی ها را به داخل راه نمیدهد. بعد اینا مثلا مهاجر که اینجا میاد راهش نمیدن داخل. بعد داخل مثلا بچه‌ای که داخل میاد میگن ما جا زیاده، جا خالی زیاده. ولی یک پناهجوی ایرانی که با زن و بچه‌اش در این اردوگاه زندگی میکند میگوید نه تنها دولت بوسنی که مردم هم با آنها بدرفتاری میکنند. تو فروشگاه مهاجر راه نمیدن، هیچ اتوبوس یا تاکسی حق سوار کردن مهاجر را نداره. یه بار این مسیر طولانی که با زنم و در واقع دخترم قدم داشتیم میومدیم، خب سوار نمی‌کنن، خیلی خسته شدیم. یه تاکسی کنار خیابون پارک بود، رفتم باهاش صحبت کردم که در واقع زن و بچه‌ام خستن، من پول بیشتری بهت میدم، هر چقدر بخوای بهت میدم. مسیری که می‌خوایم بریم 5 کیلومتر بیشتر نیست. ما رو برسون. گفت نه، پلیس به شدت با اون برخورد می‌کنه، من نمیتونم در واقع کمکتون بکنم، باید پیاده بریم. این اولین باری نیست که پای ایرانیان و افغان‌ها به این کشور باز شده. 3 دهه پیش نیروی قدس سپاه به مسلمانان این کشور در جنگ کمک کرد. اولین سرمایه گذاری سپاه در یک کشور اروپایی. یه مدت با خود القاعده‌ها در بوسنی و هرزگوین. مهاجران ایرانی اما امروز مورد استقبال نیستند. این برچسب‌ها که روی در و دیوار نصب شده پناهجویان را تهدید می‌کند که اینجا برایشان امن نیست و باید به کشورشان برگردند. دختر خردسال خانواده پناهجوی ایرانی عینکش را در مسیر از دست داده. ماه هاست منتظر عینک هستند، اما خبری نیست. مادر دختر بچه نگران عاقبت این بدرفتاری ها با کودکان است. یعنی دقیقا الان 8 ماه ما داریم به اینا التماس میکنیم که عینک این بچه رو درست کنین، چشم این بچه در حال رشده،
چشم این بچه مشکل پیدا میکنه. اینا چجوری میخوان این جامعه ستیزی که دارن به بچه ها آموزش میدن تو این کمپ ها رو بعدن جمع و جورش کنن؟ اروپا خودش باید جوابگوی اینا باشه. اینا بچه هایی هستن که تو اروپا میخوان زندگی کنن، بعدن چجوری میخوان مشکلات و ناهنجاری هایی که برای اینا به وجود میاد و جمع کنن، چجوری میخوان درستش کنن؟ این کمپی که برادر من جلوی کمپ این زندگی میکرده تو همچین چادری. عزیز نتوانست وارد اردوگاهی شود که این خانواده ایرانی در آن مستقر هستند. در یک اتوبوس اسقاطی نزدیک کمپ میخوابید یا در چادرش پشت در اردوگاه تا شبی که این اتفاق برایش افتاد. آقایی که مشاهده میکنید مثلا بهش پول دادم اومده مثلا دارم دنبالش میگردم. نصیر که از همه جا ناامید شده با پول خودش قایق کرایه کرده و دنبال برادرش میگردد، اما برزخ بلا تکلیفی کلافه‌اش کرده. به خدا واقعا دیوونه شدم، به خدا نمیدونم چیکار کنم اصلا. پرهام قبادی، بی بی سی. در ایران شارمین میمندی نژاد، مؤسس خیریه امام علی که حدود 4 ماه پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، عصر دیروز با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. گفته می شود که آقای میمندی نژاد به توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده بود. جمعیت امام علی یک مؤسسه خیریه مردم نهاد است که در سالهای اخیر همواره از طرف رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه حکومت در پوشش کمک به نیازمندان متهم شد، اتهامی که این نهاد و بسیاری از فعالان مدنی آن را رد می‌کنند. همکارم مریم افشنگ اینجا در استودیو با ماست و بررسی کرده این خبر رو. از جزئیات بیشتر آزادی آقای میمندی نژاد ببین. این آزادی خب با خوشحالی جمعیت امام علی و طرفداران این خیریه بود، ولی چیزی که شوکه کننده بود عکس هایی بود که از ایشون منتشر شد، به ویژه عکسی که نشون میده آقای میمندی نژاد خیلی خمیده با واکر و با دمپایی آزاد شدن و اومدن بیرون. این عکس واکنش های زیادی رو برانگیخت و همینطور هم الان داریم ما میبینیم. ببین در مواردی هم قبلا بوده که زندانیانی رو انگار که بخوان تأخیر کنن یا کوچیکشون کنن دمپایی پاشون کردن یا حتی کفش ها رو بهشون تحویل ندادن اومدن بیرون. این واکر و ظاهر خمیده ایشون، قبلا هم همسرشون گفته بودن که مشکلات کمر و ستون فقرات پیدا کردن به خاطر فشارهای عصبی شدیدی که بهشون در دوران بازداشت داده شده. آقای عمادالدین باقی هم یادداشتی در صفحه اینستاگرامشون منتشر کردن با اشاره به این عکس و انتقاد از شرایطی که آقای میمندی نژاد آزاد شده و اومده بیرون، و گفته که خب اگر اشکالی به کارش داشتید نیازی به بازداشت نبود، میتونستید بدون این کارها باهاش گفتگو کنید. در واقع چیزی که همه میگن خب میشه گفتگو کرد و واقعا فهمید که ماجرا چی بوده، به این دلیل که هنوز سوالات زیادی از اینکه چرا اصلا آقای میمندی نژاد و دیگر اعضای جمعیت امام علی بازداشت شدن، برخلاف خود مثلا سندی که چند وقت پیش آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، سند امنیت قضایی رو انتشار دادن و امضا کردن که نوشته که از روز اول بازداشت اون متهم باید به دسترسی به وکیل داشته باشه. وکلا این کسانی که بازداشت شده بودن از جمعیت امام علی دسترسی به وکیل مستقل و منتخب خودشون تا مدت ها نداشتن. الان هم که وکلایی دارن اصلا وکلا دسترسی به پرونده ندارن. بنابراین همونطوری که گفتی گفته میشه این اتهامات از جمله مثلا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. و این رو هم باز باید اشاره کنیم که در واقع آدمی مدل آقای میمندی نژاد بارها در سخنرانی هاش از دغدغه هاش گفته که دغدغه اش کودکان و فقر در ایران و کمک به این جامعه آسیب پذیر بوده. مثلا واقعا چرا اینقدر فشار میارن به جمعیت امام علی؟ مشکل حکومت چیه؟ ببین مسئله اینه که این سوالیه که همه میزنن. ما داریم از نهاد خیریه حرف میزنیم که شعار اصلیش این بوده که گرسنگی سهم کودکان نیست، و سپاه اتهامی که به این جمعیت میزنه اینه که فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به دیگران. این خب اتهام بزرگیه برای مؤسسه‌ای که
در واقع تلاش کرده کمک کنه به کودکان، کودکان کار و جامعه آسیب پذیر ایران. و ببین مثلا دیروز آقای سعید دهقان وکیل دادگستری یک توییتی کردن در ارتباط با همین آزادی آقای میمندی نژاد، میگن بی کمترین پاسخگویی و قانونگرایی، بی تغییر در سیاست، فشار حد اکثری به نهادهای مدنی. این فشار حد اکثری به نهادهای مدنی بار اول نیست که داره گفته میشه، تقریبا از دوران آقای احمدی نژاد این بحث بود که مدام نهادهای مدنی در حال سرکوب هستند و اینکه فعالیتشون محدود شه. اما این نهاد دلیلش میتونه این باشه که یکی از بزرگترین نهادهای خیریه در ایرانه، بیش از 20 ساله که داره فعالیت میکنه، بیش از 10,000 عضو داره و بیش از نیمی از این اعضا دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران هستند. همه اینها نشون دهنده در واقع نفوذیه که در سطح جامعه داره، به مناطق فقیر زیاد در مناطق فقیر عضو داره، فعالیت داره، از طرفی چهره های معروف هنری و فرهنگی حمایتش میکنن و پشتش هستن. بعد گزارش های بسیار متعددی از آزار جنسی، از کودکان کار، از ازدواج زیر سن قانونی، از تجاوز و مرگ کودکان منتشر کرده که طرفداران حکومت در واقع متهم میکنن این جمعیت رو به سیاه نمایی. همه اینها میتونه بهانه هایی باشه که حکومت بخواد فعالیت این گروه رو محدودتر کنه و یا اصلا جلوش رو بگیره. متشکرم مریم افشان. اما به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. آخرین خبرها در اینستاگرام، تلگرام و صفحه توییتر بی بی سی فارسی هم منتشر میشه، اونها رو از دست ندید. ممنون از همراهی شما، شب خوش.